سلام به تمام شما دوستای عزیز، خدا کنه که خوب باشین، سرحال باشین، هر جای دنیا که هستین و بیننده یکی از دیگر برنامه های ما باشین. نظر و خواست شما دوستای عزیز، من همیشه میخوایم برنامه خود خدمت شما تقدیم کنم. قسم که شما دوست دارین و مهمانایی که شما دوست دارین، من همیشه در برنامه داشته باشم. و امروز ما هم مهمان دارم، تنانه استم در برنامه. میخوایم در مورد وضعیت فعلی افغانستان و مذاکرات که فعلا در بسیاری از کشورهای جهان جریان داره در برابر طالبان، و می خاطر می خواهیم که بعضی از هنرمندای بسیار خوب ما را که در این مذاکرات همچنان سهیم هستند و شرکت میکنن و میخواهند که هم با هموطنان ما باشند و از این کشور افغانستان دفاع کنند، به این دلیل هنرمندای ما همچنان سهیم هستند که ما یکی از اونها را امروز در برنامه خود مهمان دارم. خانم شبانه مهریار یکی از ستاره هایی است که مثل پدرجان و مادرجانش که خانم پرستو و آقای رحیم مهریار در موسیقی افغانستان همیشه درخشان خواهد ماند و آهنگای بسیار زیبا را بر شما همیشه اجرا میکنه. علاقه مند آهنگایش هستیم و سوال شما ای بود که در این وقتا شبانه جان کجا است و چرا از هنر موسیقی دور است؟ به می دلیل خواستیم که شبانه جان در برنامه خود مهمان داشته باشیم، در مورد مصروفیتش، در مورد مصروفیتش که امروز در زیادتر در کدام کارها مصروف است و علت دور بودنش از رسانه ها از خودشون زیادتر میشنویم و زیادتر در مورد وضعیت فعلی افغانستان صحبت خواهد داشتیم امروز با شبانه جان عزیز که با ما هستن. سلام شبانه جان، وقتتان بخیر، خوش آمدین به برنامه. سلام نادیه جان عزیز، امیدوارم شما صحتمند باشین. تشکر میکنم از دعوتتان در برنامه ای که گرچه که خیلی تازه شما تنظیم کردین ولی باز هم خیلی موفق پیش میره. براتون بیشتر آرزو دارم و سلام جداگانه عرض میکنم خدمت تمام هموطنان نازنینی در هر جای جهان هستن، بالخصوص در داخل کشور. امیدوار هستم که همگی شما صحتمند باشین، سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر خانم شبانه از این که دعوت ما رو پذیرفتین و افتخار از این رو بخشیدین که در برنامه ما مهمان باشین. و میخواستم سوال اول از این شروع کنم که بسیاری از علاقمندهای شبانه مهریار میپرسن که در این وقتا شبانه جان کجا است؟ چرا از هنر موسیقی دور است؟ مصروف چی کارها است فعلا؟ خب دوستایی که امرای ما هستن در سوشل میدیا میفهمن که ما مسئولیت ممنعیس یک مادر خیلی جدی گرفتیم و تازه شما خودتان مادر شدین، میفهمین که چقدر بله 100%. و مخصوصا چون ما فرزند ما برش همه چیز استم، یعنی هم پدر استم هم خانواده، یعنی مکمل استم بر بچیم. وقت زیاد زندگی مرا یا روزمره مرا تقاضا میکنه که همراهش سپری بکنم و همچنان سالهای زیاد ما تحصیل کردیم که تا یک وظیفه را بر خود بتانم شغل بسازم که در او سالای زیاد از کار میکنم روزمره. ولی کارهای موسیقی ما حقیقت برتان بگویم که اقدر در این چند سال آخر نزدیک بر موسیقی هستم هیچ وقت نبودیم، از لحاظ یعنی نزدیک بودن. شاید بر دوستا و عزیزای فکر میکنن که تولید کردن آهنگ بسیار ضرور است، او را ما قدر نزدیک بودن فکر نمی کنم. زیادتر یعنی ریاض هایی که می کنم امرای استادم بسیار وقت از طریق سکایپ می باشم یا از طریق واتساپ و یعنی دنیای هنری ما خواستیم کمک بزرگتر بسازم خارج از مرزهای کشور. دقیقاً. بله بسیار عالی. شبانه جان شما قبلا همکاری بسیار زیادی هم با تلویزیون های افغانستان داشتین، مخصوصا تلویزیون طلا بود که در یه واخر کم رنگتر شده، کدام علت خاص داره؟ خب تا سال 2016 که آخرین سفر من به افغانستان برای کار هنری داشتم، تا او زمان من وضعیت مردم ما را هم ارزیابی کرده افغانستان می آمدم، سفر می کردم. اولتر از همه بدون موضوعاتی که خود تعلق به خود تلویزیون داره، چیزی که مرا اذیت می کرد که اگر طرز زندگی ما در کشور خودم امکاناتش بود برای من شخصا، چرا این نمیتونست قانون شد بر تمام خانم ها؟ میفهمین؟ یک برای من یک سوال پیدا شد. من خود خوب احساس نمیکردم وقتی میامدم و استثنایی میبود همه چیز برای من، ولی من میدیدم که اصل کسایی که برای از او کشور متواتر زحمت میکشن و در اوج زندگی میکنن
او امکانات نمی داشتن. پس بنابراین این احساس خوب بر من نمی داد. وقتی می آمدم می دیدم که یک بی‌عدالتی نسبت به خانم ما در کل است اونجا، یک بی‌عدالتی که در قسمت ما باز فراموش می شه. آیا ای چی دلیل می تانه داشته باشه و درست نبود به نظر من؟ چون من انسان بسیار عدالت خواه هستم، این خودش در کل برای من درست نبود، احساسی که داشتم. و در پولی ازی در قسمت کیفیت تلویزیون ها، طبعاً که ما یک کشور جنگ زده هستیم و طبعاً که ما زیاد 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 در قسمت میدیا فعالیت های داشتن همگی با هم، اینطور نیست که فقط گوینده بتونه یک برنامه را پیش ببره، و پیش از اون صدها نفر است که کار میکنه. شما خودتان در میدیا هستید، دقیقاً بله، زیاد زیاد فعالیت کردن و زحمت کشیدن. متاسفانه در طول 6 سال آخر مخصوصا من بسیار کیفیت تلویزیون ها را بسیار ضعیف میدیدم. توانمندیش برای خود تهیه کرده بودن، فکر میکردم که زیادتر رشد بکنن، ولی ما عقب رفتیم. به شکلی که باید برنامه های ما تولید میشد، برنامه های ما به نشر سپرده میشد، کیفیت چیزی که ما در حقیقت ثبت میکردیم به اون چیزی که در نشرات میامد کاملا یک چیز دیگه بود. یا مثلا وقتی که من منعیس یک آوازخان میرم شوی لایف اجرا میکنم، در افغانستان هیچ کس شوی لایف اجرا نمیکرد. شما در تلویزیون طلوع خودتان کار کردین، اگر نشته می بود که برنامه زنده یا اجرای زنده، او زنده همون لحظه ثبت می شد، فقط ویدیو زنده می ماند. اونمو شکل که در استودیو ثبت می شد، آهنگا می رفت، دوباره سر می شد، میکس می شد، مستر می شد، بس نشد می شد. در تمام دنیا امی است. ولی بعض تلویزیون ها در قسمت خود ما بسیار بیعدالتی می کردن. یعنی ما چیزی که برشان ثبت می کدم، در چیزی که واقعا بود و خودم میشنیدم و چیزی که به نشر میرسید کاملا زمین و آسمان فرق داره. و بالا از این موضوع میگفتن که یعنی این مسئله را امکاناتش نداریم، و این خوی را پیش از پیش آدم میفهمه که مشکلات تکنیکی را امکاناتش داره یا نه. پس بنابراین من نخواستم زیادتر همکاری کنم، مخصوصا تلویزیون طلو که چی بگویم سالهای اخیر مثل اتاق سالون بعضی کسی ها شده بود، خنداور بود. من تلویزیون افغانی ندارم و نمیتونم زیاد یعنی قضاوت کنم که این تلویزیون از این تلویزیون بهتر بود یا اینا، ولی امکانات تلویزیون ها را چون که امرای تمامشان کار کردیم میفهم که امکانات کی بیشتر بود، و چون نسبت به امکانات تلویزیون طلو تقاضا هم از اینا زیادتر میشد، من او پروگرس پیشرفته می شدن دیگر زیادتر پیشرفته تر می شدن دیگر ندیدم در هیچ عرصه، نه در قسمت گردانندگی، نه در قسمت برنامه های کمدی. من می تانم در این قسمت بگویم که من خودم اصلا برنامه کمدی خوش ندارم، ولی پس هنرمند باشه مثل آقای سیار متین یا مخصوصا آقای نبیل جان روشن، من می تانم ببینم و می تانم خنده کنم، ولی اگر میفهمین اما بهترین کمدین که باشه وقتی که 24 ساعت شوه و هر چیز سر هر چیز آدم خنده کنه، یک وقت میشه من دیگه خنده کده نمیتونم، خسته میشه. برای من یک نواخت بود، نخواستم سم بگیرم. خب انشالله به امید روزهای بهتر و آینده بهتر بر تمام مردم ما، به امید روزهایی که ما بتانیم بیشتر فعالیت کنیم و بتانیم همراه مردم خود بهتر باشیم از طریق شغل. دقیقا، بسیار تشکر. شبانه جان، بین در مورد فعلی افغانستان کم صحبت کنیم. وقتی که افغانستان سقوط کرد شما در کجا بودین و وقتی خبر شدین چه احساس داشتین و مقصر اصلی این موضوع به نظر شما کی بوده تا به حال؟ در کجا بودم؟ من سقوط افغانستان فقط پایتخت سقوط نمیگم که یا این رئیس جمهور دیگر رئیس جمهور نماند، این رو من سقوط نمیگم. سقوط برای من وقت واضح شد که سقوط کردنی هست، و این رو هم بگم تا اندازه پیش بینی کرده بودم. 6 سال پیش در افغانستان رفتم در جریان انتخابات، و فرق ما قبلش افغانستان آمدم و با توقف کردن تحریم در میدان هوایی کابل که در آخرین بار دیدم، با که با خود تعهد کردم دیگر نمیایی تا وقتی که
این کشور انسانی برای همگی نشه. mm-hmm. یک پروگرس بود، یک جریان داشت، یک چیزه که ما می دیدیم که وضعیت بدتر شده میره، مخصوصا برای کسای وضعی بود که واقعا چشمای خود باز کرده می دیدن. چیزای جریان داشت که غیر انسانی بود، چیزای جریان داشت که تبلیغ می شد مثل قوم پرستی که اصلا در کل در ذاتش غلط است، مخصوصا در یک کشور چندین ملیته غلط است که ما می بینیم انجامش مردم ما درز در بینشان آمده. هیچ وقت ما اقدر احساس ملی کم نداشتیم مثل حالا در تاریخ. در پلوی از او سقوط، یعنی حرکت نکردن نظام در بخشای داخل شدن اولین مراحل طالبا در افغانستان، وقتی ولایت ها از پیش نظام سقوط میکرد و من امیدم که خب نظام ما از یه مقامت داره کمرای از اینا مقامت کنه، او بر ما واضح شده بود که روز زیاد دیگه طول نمیکشه که من خب باز هم آدم دعا میکنه و یعنی امید میداشته باشه، ولی و عقیده می داشته باشه که نیتر یک چیز نمیشه، ولی خب در داخلتان می فهمین منطقتان همطور یک چیز شدنی هست. بسیار عالی. شبانه جان، به نظر شما گروه طالبان که فعلا در افغانستان حکومت میکنن، طرز برخورد و رفتارشان مثل چندین سال قبل که در افغانستان بودن و فعلا که هستن، چقدر به نظرتان تغییر کرده؟ و یا طالبان گذشته هستند یا کدام تغییر در رویه و رفتارشان آمده به نظرتان؟ هر نوع انسانی که باشه در 20 سال فرق میکنه. حتی اگه به مو شکل گذشته زندگی کنه، یک تغییرات در وجودش میه. آیا این تغییرات همیش مثبت میباشه؟ ایره ما گفتن نمیتونیم. در صورت طالبا اصلا مثبت نبوده. خب در بین از اینا ما باید چشم پوشی نکنیم و اگر می خواهیم که حل بر مشکلات خود پیدا کنیم، باید حقیقت پذیر باشیم. در بین از اینا حتما کسایی است که به دلیل عقده های شخصی آمدن با اینا پیوستن، ولی اصلا هدف تروریستی ندارن. اما در کل اینا یک گروه تروریستی هستند، از این نمیتونیم ما چشم پوشی کنیم. و فرق در رفتار از اینا تا زمانه هست که اینا نتونن مردم جهان قناعت بتن که یعنی اینا میتونن یک حکومت داشته باشه، حکومت کنن، اداره کنن یک کشور. و فکر میکنم که بعدن از این هم وحشتناکتر میشه، چیزی که ما شما میبینیم از سوشال میدیا، از کمره هایی که مردم، از دوربین هایی که گوشی های خود، تلفون های خود ثبت میکنن و به نشر میسپارن، این چیزی است که اصلا وحشتناک است. و در قسمتی که فرق کردن، این دار منظم تر پیش میرن از لحاظ سیاست های جهانی. نماینده های از اینا چهره های شناخته شده است، حالا کسایی است که برای همگی ما آشنا هستند. به او دلیل اینا لابی خود تهیه کردن، لابیین کردن در سالهای آخر، و به او دلیل میتونن بسیار بسیار ساده هم در سوشال میدیا، وقتی که شما میبینین که یک کس یک چیز را میخواید که حقیقت از اینا را پست بکنه، امی بوتس میگن نیش ما بله بله هستیم، از لحاظ سیستم های اینترنتی که حمله میکنن و صدها اکاونت تقلبی پست شما را میخواین که تقلبی معرفی کنن. اینا بسیار با یک سیستم پیشرفته و بسیار آماده آمدن که اینا را باید از ما جدیتر بگیریم، حتی از اون وحشی هایی که در گذشته بودن. حالا میتونیم بگوییم که وحشی های فامیدتر و خطرناکتر شدن. شبانه جان، به نظر شما حکومت طالبا چقدر شایسته حکومت داری فعلا در افغانستان هستند؟ و اگر شما بتانین یک نظر رای را کنین برای کسایی که در افغانستان فعلا حکومت داری میکنن، چی یک وظیفه را به نظر خودتان برشان انتخاب میکردین که بهتر از این حکومت داری فعلی میبود؟ خب از حکومت ما نمیتونیم در حال حاضر صحبت بکنیم، حکومت موجود نیست که ما میفهمیم. مذاکرات خارجی، رئیس جمهور پاکستان از افغانستان نمایندگی میکنه، با
باید برای کسانی که واقعا وطن دوست هستن و اسم ملی دارن باید متوجه باشن هیره. همچنان در بین طالب ها کسایی که هستن و فکر میکنن که به هدف منافع ملی هست این جنگ ها و این کشور جای میرسانن، اخیر نیم ما یگانه رای حل که هست باید اینا را عصف کنیم از خود. خب حالا گفتین که شایستگی از ایره دارن، طبعا که شایستگیش ندارن. ایره ما شما میبینیم که حتی سیاست چیز نیست که فقط داخل کشور باشه. سیاست مانا میته شما یعنی چهره یک کشور هستین در خارج از مرزهای کشور خود. شما میتونید از مردم خود نمایندگی کنین. به این دلیل باید شما یک چهره از مردمتان باشین. وقتی شما نزاکت نشست نداشته باشین، نزاکت صحبت نداشته باشین، نزاکت یک لباس را نداشته باشین که او را یعنی ملازم نمی بینم. در داخل کشور ما اگر می پوشن درست است، اگر در داخل خانه های خودی چیزا را می پوشنی درست است، ولی از لحاظ نزاکت جهانی که ما هم وقتی که منعیس یک نماینده یک شرکت یک جای میریم، ما مجبور استیم یک دریشی بجان کنیم تا مساوی باشیم با دیگرا، یعنی کدام چیز متفاوتر معلوم نشیم. از این لحاظ هم اینا در اون سطح نیستن، از لحاظ مفکوره انسانی اینا در نقطه نیستن که از مردم ما مخصوصا از جوانهای ما که در دو دهه آخر چقدر با امکانات کم زحمتهای زیاد کشیدن و تانستن خود بپای خود استاده شوند و زندگی خود بر خود تنظیم کنن در خود. ولی آل از یک روز به دیگر تمام امکاناتشون از پیششان گرفته شد و حتی خواب خیالشان از پیششان گرفتن، یعنی آرزو داشتن برایشان امور را را هم نماندن که اینا آرزوهای خود بتانن بالایش کار کنن و زحمت بکشن تا به خواب خیال خود برسن. اصلا اینا را اگر به فکر ما، یعنی اگر ما میتونستم در این موضوع نقش داشته باشم برای اینا وظیفه تنظیم کنم، ما عقیده دارم که ما هیچ کس اجازه نداریم که از کشور خودش بیرون کنیم. نه؟ اگر ما این کار را بکنیم ما از طالبا فرق نمی داشته باشیم. طالبا امروز مردم ما را در وضعیت آوردن که مردم فرار میکنه. بله. جمهور فرار کرد. میبخشین بعض وقت خنده میگیریم وقتی که حتی موضوع بسیار جدی باشه، گریه وقت خوش میشه باز خنده. حکومت آخر هم اگر شما فکر کنین که چقدر لکه ها نفرهای ما در راه های مهاجرت کشته شدن، غرق شدن در راه قاچاق برا کشتهشان یا به هر قسمت که به هر قسمی که بود بدبخت شدن، همه چیز خود از دست دادن. اینا اگر ما بخوایم که بالاخره در بعد از 40 سال جنگ یا 50 سال 60 سال ناتفاهمی در بین مردم ما بتانیم یک در یک نقطه بیاییم که همگی حداقل انسانی زندگی کرده بتانن با مشکلات کم و خورده که همه انسان ها در جهان می داشته باشن، ما نمیتونیم اینا را خارج کنیم برای کسایی که اجدادشان از این کشور هستن. و من حتی از اون نفر صحبت میکنم که اگر یک کیلومتر دور از مرز پاکستان طرف افغانستان یک کیلومتر و دنیا آمده، ما او را از خود ما میدونم. درست است؟ نال ما اینا را اجازه نداریم که خارج کنیم. ولی پس بیاین که کسای از اینا که واقعا یعنی اس ملی دارن، اس یک اتحاد با انسانهای دیگه در این کشور دارن، اس انسانی دارن، اینا را ما میتونیم برای تشکیل دادن یک نظام قوی تر تا استفاده کنیم. اینا تجربه چیز دیگه را ندارن، ولی اینا تجربه جنگ دارن. نه؟ من یقین دارم و ایمان دارم که از انسان ها هر کدامشان یک استعداد خوب می داشته باشن. بعض انسان سخنرانی خوب می کنه، بعض انسان ها می تانن آوازخانی خوب داشته باشن، یعنی اونر آوازخانی رو می تانن خوب پیش ببرن، شما گرداننده خوب هستین. بعضی کسا در بخش های نظامی هم برای متفاوت کرکترهای متفاوت ضرورت داریم، انسان هایی که یعنی دید دور داشته باشن و انسان هایی که فقط عمل کنن،
عمل کردن و فقط حرکت کردن فکر میکنم که میتونن که وظیفه خوب انجام بدن برای کشور خود و حتی باعث افتخار امی مردم شوند که امروز اینا را وحشی خطاب میکنن. شاید از اینا فقط عمل ولی بر انسان های اشتباه، شاید اگر امی فقط عمل کردن در جای درست انجام بتن ما بر از اینا بتانیم افتخار بکنیم. دقیقا. خب شبانه جان، وضعیت فعلی دختر خانم هایی که فعلا در افغانستان هستن و بیشترشان در بسیاری از اعتراضاتی که اشتراک میکنن و اونا را میخوای به نفع خودشان انجام بده و با برخورد ناخوشایند طالبا روبرو میشن، از نظر شما چگونه ارزیابی میکنین وضعیت دختر خانم ها و خانم هایی که فعلا در افغانستان زندگی میکنن؟ اولتر خواهزم و میخواهم که احترام خود تقدیم کنم برای هر آن بانوی که احساس یک مبارز در وجود از او است، میتونه مبارزه کنه، مخصوصا با کسانی که عسکرهای جهان از اینا میترسه، نظامهای جهان از اینا میترسه. ولی اینا من در یکی از متنهای اینستاگرام خود نوشته کرده بودم که خانمای کشور ما، بانوان کشور ما دلاورتر از عسکرهای کشورهای که خودشان ابر قدرت میگن هستند. من احترام خود بر از اینا تقدیم میکنم و آرزوی صحتمندیشان دارم و آرزو دارم که بتانن از مشکلات خود، از چالش های روزمره خود تا عد امکان، یعنی چی نبا براتون بگویم، از مشکلات خود دور باشن. من مشکل خلق کردن برای خودشان در حالت فعلی ما هیچ کدام کشور نداریم که طرفدار کشور ما باشه، طرفدار ما باشه. ما امروز در خارج مبارزه داریم با اینا چون که حرکت نمی کنن به نفع مردم ما، اینا مسئولیت را به دوش گرفته بودن. در این قسمت من خانم ها را فکر می کنم که خود در خطر میارن و موضوعی را باید متوجه باشند که اگر امروز ما میریم در بخشای سیاسی میخواییم که از اینا دفاع بکنیم، کسانی که دموکراسی هست، هدف خود ما یک دموکراسی خواه هستم، برای ما حقوق مساوی برای تمام انسان هاست و حقوق مساوی منا میتا که در این ما مد نظر نمیگیریم که ای از کدام منطقه است، از کدام یعنی مرد است یا زن است، طبقه ذکور، طبقه اناس، ما اینا را همه گیشه یعنی با مساوی، دید مساوی میگیریم. و در این صورت من از ایشان خواهش میکنم که اگر بعض مظاهرات را انجام میتن، تظاهرات را برگزار میکنن، خوب ای درست است، ای بنفع همه گی ما است، ولی من فکر میکنم امروز این موضوعات خود فقط در خطر میارن و این نگرانی بر ما اضافه می باشه وقتی که ما میشنویم که اینا تحت خشونت قرار می گیرن یا اینا را اختطاف می کنن یا دستگیر. اینا واقعا یک انرژی است که از من شخصا خودم کم میشه. کاری که هدف ما است و جریان داره من ناراحت می کنه، من هیچ وقت به توقف نمی رسه کار ما، ولی اذیت کننده است و ازشان خواهش میکنم که اگر میتونن ببینن که جایهای پیش ببرن که امن‌تر برشان باشه. بسیار عالی. خب شبانه جان، بسیاری از تصاویر و ویدیوهایی که از اشخاصی که ما آشنایی داریم باشن و کسایی هستن که در خود حکومت جمهوری اسلامی سابق سهیم بودن و فعلا بعض از ویدیوهاشان در شبکات اجتماعی دست به دست میشه، شما به این اشخاص چی گفتنی دارین برای فعلا؟ من مثل که براتون در یکی از سوالای پیشین جواب گفتم، من کدام فرق بسیار زیاد به رفتار حکومت پیشین و طالبان نمی بینم. در کل ما باید از یک موضوع متوجه باشیم، وقتی که عسکرهای کشور ما که برادرای شما، برادرای ما، یعنی از لحاظ معنوی میگم، اینا رفتن با جان خود بازی کردن و ای طالبا را دستگیر کردن، درست است؟ دولت اینا را بدون کدام دلیل پس آزاد کرد. ای
یک بیترامی به خون شهدایی که در این راه شهید شده بودن است. این خودش یک بیترامی بر احساسات او کسای است که خانواده های خود از دست دادن، اعضای خانواده خود از دست دادن، و این خودش یک بیترامی بر اساس قانون یک کشور است، به نظام یک کشور یک بیترامی است. پس ما توقع از اونا و از اینا چی داریم؟ چی فرق است در بین از اینا؟ من کدام فرق نمیدیدم. همین هم یکی از دلایلی بود که من چرا سفر نکردم به کشور خود. بسیار عالی. شبانه جان، به نظر خودتان فعلا بعضی از کشورهایی هستن که میخواین با طالبان مذاکرات داشته باشن و تصمیم به این دارن که بر اساس شناختن کشور افغانستان که طالبان حکومتداری میکنن را یعنی به رسمیت بشناسن، و خودتان هم عضو از امو کسایی هستین که میخواین امرا با هموطنان ما فعلا استادگی کنین و استاد باشین. فعلا مذاکرات در کجا رسیده خانم شبانه؟ خب از چیزی که من در جریان هستم موضوعی نیست که اینا را بخواین به رسمیت چون که فعالیت های هموطنهای ما در خارج برای از اینا چشمشان بازتر کرد و دیدن اینا خودشان که ای به اصطلاح دروغ هایی که اینا برای مردم میگن یا برای سیاست مدارای خارج میگن که مردم یعنی از ما بسیار خوش هستن و مردم بسیار راحت هستن نسبت به اینا، میبینن که درک چیز جریان نداره. چون که من یک نفر هستم، من میتونم یعنی نهایی در عهد نهایی شاید 10 نفر جمع کنم با خود ببرم، ولی ما در اینجا از هزارها شهروند از امو کشور در اروپا صحبت میکنیم، نه تنها در اروپا، در استرالیا، در کانادا، در امریکا که در تظاهرات سهم میگیرن و این یک تاثیرگذار هست، چون که اینا طبعا متوجه میشن بعضی موضوع درست نمیتونه باشه. در کل اصلا در قسمت پذیرفتن از اینا، چون این کشورهاییست که دموکراسی ها هستن، اطور یک نظام اینا نمیتونن بپذیرن، بر پذیرفتنش اینا خود طالبا باید که یک سیستم را مهیا بسازن، سیستم دولتی که در او کسایی که فعالیت میکنه شایستگی پیش بردن چوکی خود داشته باشن که در بین از اینا کسی نیست. خب اگر اینا استفاده کنن از چهره های سیاسی که ما میشناسیم که اونا در رأس بعض بخش ها کار کنن، بعض چوکی ها را چوکی دارا باشن، باسفن در سیاست ما فعالیت داشته باشند، در این صورت یا امکان داره با تشکیل دادن امی لابیه که سر از چندین دهه کار کردن، این امکان داره که اینا پذیرفته شوند. و در این قسمت من باز هم مردم ما را از ایشان تقاضا میکنم که مردم عزیز، شما همیش در گذشته ها اگر خاموش بودین و فکر کردین که نظر شما در سیاست سهم نداره، سیاست مداره ها کارمندای شما هست. اینه ما میخواییم که برای از اینا فامانده شده اگر نفهمیدن تاله. باید بفهمن که کسایی که در رأس سیاست کار میکنن فقط نماینده مردم هستن و اینا از امکاناتی که مردم هستن در او کشور برای خود درآمد دارن که مردم ما هیچ وقت باید از سیاست دور نباشه. ولی اینو هم تجربه کردم که تعداد زیاد از مردم ما فکر میکنه که مردم عام با سیاست باید کدام غرق باشه. برشان هم تو یاد داده شده بود. نگران کننده نیست چیز فعلا برای قبول شدن از اینا، چون ویدیوهایی که هست یعنی شاهد از این است که چی در افغانستان جریان داره و مردم از چی وضعیت قرار هستن. و من خواهش میکنم بیدار باشن، خواهش میکنم در تظاهرات اگر مخالف یک کشور تروریستی هستن، اگر واقعا وطن دوست هستن، اگر واقعا خانواده های خود که در اونجا هستن دوست دارن، باید به تظاهرات اشتراک بکنن و باید از ایره مطرح نسازن که فلانه نفر در شهر ما مذاکرات تنظیم کرده و من این خانم یا این آقا را خوش ندارم، به او خاطر من در تظاهرات سم نمیگیرم. این شما باید به هدف خود اشتراک کنین، بر مردم خود اشتراک کنین، بر کشور خود اشتراک کنین، مسئولیت هر یکی ما هست. بسیار تشکر خانم شبانه از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و
در برنامه ما قبول کردین تا که مهمان باشین. واقعا سپاسگزار هستم و میخوایم در اخیر یک پرسش کوتاه داشته باشم از شما که در مورد کارهای جدید هنریتان و در مورد بعضی از نگفتنی هایتان برام کم معلومات بده. سلامت باشین. تشکر باز هم از دعوت شما به برنامه. کارهای ما کارهای زیاد دارم، ویدیوهایی دارم که مکمل تهیه شده، ولی ما به اساس موضوعاتی که جریان داره در نخواستم که در آغاز فورا ویدیو باید ریلیز بکنم، فکر میکنم وقتش نبود، ولی آهسته آهسته حتی از حلقه دوستای ما که همراه ما در این وظیفه سیاسی یعنی حرکت دارن و کار میکنن، حتی تقاضا از اونها است که باید در بخش کاری خود هم فعالیت داشته باشی و ما هم سعی دارم که چیزای مناسب بر زمان بر دوستدارای خود تهیه کنم و بر من به زودترین فرصت انشالله ارسال میکنم. بسیار زیاد تشکر. پس یک خبر بسیار خوش به علاقه مندای شبانه جان مهریار بود که منتظر کارهای جدید هنری شاهنگای بسیار زیاد باش حتما باشین. بسیار زیاد تشکر خانم مهریار عزیز که در برنامه مهمان شدین. انشاءالله که صحبت های بعدی را و معلومات های جدید و خبرهای تازه را که انشاءالله اگر خبر شده میخواییم دوباره شما را مهمان داشته باشیم. تا بعدا وقتتان بخیر، سلامت باشین. وقت شما هم بخیر دوستای عزیز. از تمام بیننده های برنامه زیبای شما باز هم میخوایم که خداحافظی بکنم و روز خوش برای همگی شما آرزو دارم. تشکر از اینکه با ما بودید. تشکر، زنده باشید. خب دوستای عزیز، خانم شبانه مهریار بود که امروز ما در این مصاحبه امروزی بود و در مورد بسیاری از مذاکرات که فعلا در بسیاری از کشورهای جهان جریان داره خواستن که معلومات ارائه کنند و نظرشان در مورد شرایط فعلی افغانستان و کسایی که در افغانستان باقی ماندن و خصوصا دختر خانمایی که در بسیاری از تظاهرات اشتراک میکنن و جانشون در خطر میباشه صحبت های داشتن و همچنان در مورد کارهای هنریشان بر ما معلومات دادن و ما کوشش میکنم که در برنامه های آینده یکی از دختر خانمایی بسیار خوب ما را که به نام هدا خاموش است فعلا در کشور نروژ است و یه عضو نماینده های ما شده که میخواین اما با طالبان مذاکرات داشته باشن در مورد حقوق خانما و در اول در افغانستان بودن و در بسیاری از تظاهرات اشتراک میکردن و فعلا جدیدن به کشور نروژ رفتن و میخواین که یک عضویت را داشته باشن و میخواین از حقوق خانما دفاع کنن که میخوایم در مورد از اونا همچنان براتون صحبت های داشته باشم و همچنان خودشان یک مصاحبه بسیار کوتاه در مورد قانونایی که فعلا وضع میشه و در مورد رسمیت شناختن خود حکومت طالبان امروشن صحبت داشته باشم و اگر دوست دارین که کسای دیگر را در برنامه مهمان داشته باشم برای ما مسج بارین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. لایک سابسکرایب یادتان نره. منتظر نظریات انتقادات و پیشنهادات شما در برنامه آینده هستم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم.